به دل دیرم تمنای کسانی که در دل تمنای تو دیرم ای به دل دیرم تمنای کسانی که اندر دل تمنای تو دیرم دل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت و تزا کل ذات حمل حملها و ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير و غیر مخلقتن لنبین لکم و نقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمن ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليذل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونزيغه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ذره أقرب من نفعه
لبئس المولى ولبئس الأشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وتهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل زامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليتوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير تهوي به الريح في مكان سحيق
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المحسنين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناه لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه صراف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناه لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله اللهم شهدي نجم سوره به نام حج و بعضی احکام حج یا حکمت های حج یا تاریخ حج رو ذکر کردن ولی مثل رویه همیشگی قرآن در همه سوره ها از مسئله توحید و مسئله معاد بیشتر ذکر شده و توضیح داده شده چون اساس همه مذاهب الهی سه چیزه توحید است و یعنی یگانگی خدا اقرار به یگانگی خدا و معاد یعنی برگشت برای برای پاداش و نبوت که خب کسی نبوت رو قبول کنه بعد از اون نبی از اون پیغمبر اون وقت توحید و معاد رو یاد میگیره در اینجا یه اشاره به وضع خلقت بشر هم شده به این معنی که وقتی بعث رو یعنی برانگیختن همه موجودات همه مرده ها ذکر میکنه میفرماید که اون تکان اون روز بعث خیلی شدیده میگه به اندازه شدیده که اون جاندار انسانی که بچه شیر میده از بچهش فراموش میکنه خب این در واقع قوی ترین ارتباطی است که بین دو تا جاندار هست جاندار مادر و جاندار که تازه به دنیا اومده و نگهداری این جاندار این شیرخواره از وظایفی است که خداوند در غریزه هر جانداری فراهم کرده بخصوص
مادرها چه در حیوانات چه در انسانها. می‌فرماید که به اندازه اون زلزله شدیده که این ارتباط هم گسسته میشه، یعنی مادر از فرزندش فراموش میکنه، رها میکنه مادر چیزو به فکر خودش، و همچنین هر بارداری، هر حیوان مؤنثی، حیوان ماده‌ای که انسان هم یکی از اون حیواناته که باردار باشه، آبستن باشه، خود به خود سخت جنین میکنه. این هم نشان دهنده اینه که به طور طبیعی، چون این حرفا رو خداوند گفته، همون کسی که در فطرت همه انسان ها و همه جانداران آفریده که مجموعه نظام بدنیشون حمل رو نگه میداره، بنابراین به طور طبیعی معمولی خداوند به نحوی موجودات رو آفریده است، جانداران رو که جانداری که ماده است و وظیفه ایجاد نسل عملا قسمت عمدهش به عهده اونه، این خود به خود نظام بدنیش حمل رو نگه میداره، مگه یه واقعه خیلی شدیدی خارق العاده بیفته. این دو تا از قواعد، یعنی قوانین نظام خلقت را خداوند در اینجا به طور غیر مستقیم ذکر کرده. البته از این ذکر این قواعد دنبالش هست چه بهره‌گیری برای تربیت مردم بکنه. در قرآن بارها خوب صحبت شده، همه گفتن بزرگان، قرآن کتاب فیزیولوژی نیست، کتاب طب نیست، کتاب حتی تاریخ نیست، کتاب جغرافی نیست، کتابی است برای تربیت بشر. منتها اولا از تمام این چه که گفته شد از این علوم، یعنی فیزیولوژی، زیست شناسی، روان شناسی، هر چه فکر کنید، خداوند برای تربیت انسان ها استفاده کرده و توش تکیه کرده برای اینکه بشر بفهمه، دقیقا بفهمه. ثانیاً اگر دخالتی کرده و یه قاعده، یک مطلبی از در داخل راجع به این علوم گفته است، همون قدر که در قرآن هست معتبره، هیچ مولای دردش نمیره. به عنوان یک کتاب تاریخی یا کتاب فیزیولوژی، منتها از اطرافش و به اصطلاح چیزهای ناشیه از این قواعد باید ما در علوم استفاده کنیم بریم جلو. یعنی مثلا در همینجا مسئله این که علاقه مادری به فرزند شیرخورش، این علاقه و این ارتباط رو در علوم مختلف باید بررسی کنند. قرآن، یعنی خداوند معتقده که این علاقه از مهمترین و محکمترین علقه ها بین دو موجوده. در این میشه تحقیق کرد که این چرا اینجوریه، چه در علم روانشناسی و روانکاوی در این زمینه تحقیق کنن.
از لحاظ فیزیولوژی، زیستشناسی اینها درش تحقیق کنند. اینا یه قاعده به اصطلاح مسلمی ببینن و بعد تحقیق کنن. مثل اینکه مثلا میبینن که خورشید هم حرارت میده هم نور میده، برن دنبال این که این حرارت و این نور چیه؟ در الان اینجوریست دیگه. در این مسائلی هم که قرآن گفته به همین وضوح تصور کنیم. و ما ممکنه یه فرض کنید یه روانشناس یا یه زیستشناس بگه نه خیر اینجور معلوم نیست اینجوری باشه، ما که نرسیدیم به این قاعده. ولی باید گفت یه قواعد یه در علوم یه بدیهیاتی اولیه میگن هست که اونا رو فرض میکنن رو اون فرض همه قوانین رو در میارن. مثلا مدت ها صحبت این بود که نور مستقیم میره، اینها محسوس بود براشون که نور مستقیم میاد. روی این محسوس، روی این بدیهی قانون در آوردن، این همه قوانینه. در اینجا منظور این است که فرض کنن این رو از بدیهیات فرض کنن. همچنین برای نظام رژیم بدن جاندار که نگه داشتن حمل بارداری خودش رو به طور طبیعی انجام میده و خیلی هم قوی انجام میده، این علم طب میتونه دنبال این مسئله بره. آناتومی، تشریح و فیزیولوژی اینا اینو بدیهی فرض کنن، بعد برن قواعدش رو پیدا کنن. میفرماید در اون روز اینقدر مسئله شدیده. بعد میفرماید اگر از بعث و این که برای پاداش میشید در تردید هستید، میگه چطور ما که مردیم دوباره زنده میشیم؟ تمام مخالفین پیغمبران هم یه سوالشون همیشه این بود که پس پدران ما رو زنده کن. داره فرعون هم مثلا بعد از اون که حضرت بیاناتی کردند و این مسائل فرمودند، پرسید فما بال قرون الاولا، پس اون قرنهای گذشته چی شده، چطور شده، یعنی زنده شون کن. جا بعضی ها میگید جای دیگه داره که گفتن که پس پدران ما رو زنده کن. خداوند میفرماید که آخر چیزشون است که ما عمر یه بشر 100 سال مثلا بگیریم، یه نسل 100 ساله، ما یه بیش از 100 سال رو با یه زحمتی پیدا میکنیم. خیلی تازه حالا که رفتیم جلو توانستیم کار کنیم. مثلا از چند هزار سال پیش داریم بحث میکنیم، نتونستیم جلوتر بریم. یعنی با این عصایی که اسمش علمه، با این عصا نتونستیم از این جلوتر بریم بفهمیم. ولی نمیتونیم بگیم جلوتری نبوده. یعنی تا 10,000 سال رو ما چیز کردیم، بگیم قبل از 10,000 سالی نبوده. نه خیر، بوده است و ما خبر نداریم. حالا یکی به ما میگوید که من خبر دارم، نمیگه من از همه چی خبر دارم، میگه به من خبر دادند، به من خبر میدن. و چیزی به ما میگه، ما اگر
همین جور تردید کنیم و ول کنیم تردیدمون، خب در همین جهل میمونیم. میگیم نه معلوم نیست تو راست بگی، بعدم دیگه هیچ کار نکنیم، خب در همین جهل میمونیم. بله اگر تردید کنیم بگیم در دلمون بگیم خب نمیدونیم تو راست میگی، به چه دلیل میگی، بعد او بگه ما بگیم میریم جلو. خود تردید، خود سوال چیز نداره، گناهی یا خطر یا چیزی نداره. یکی به اصطلاح انگیزه سوال و یکی غایت سوال مؤثره. یعنی اگر انگیزه، این در زندگی معمولیم همین جوره، اگر انگیزه سوال برای محکوم کردن طرف باشه این فایده نداره. خیلی خوب، طرف از اون حرفش دست برداشت، به ما چه فایده داره؟ مثل همه محاکماتی که بعد از دوران انکیزیسیون تفتیش عقاید چیز شد، خب به جای اینکه گالیله رو محکوم کنن بگن چرا این حرف از کجا میگی، بیا بگو، یه عده‌ای بفرستن که خب شد همه کار منتها دیرتر، او رو محکوم کنن. این انگیزه منظورش محکوم کردن اونه، خب محکوم شد میره، ولی ما راکت میمونیم. یکی هم هدفش، یکی انگیزه که چی ما رو وادار کرده، یکی هم این هدف کرده. در اینجا خداوند به تردیدی که احیانا در بشر ایجاد میشه جواب میده. خب به این طریق در واقع خداوند اقرار میکنه در مقابل ما، خدا خودش میتونه، که این مسئله بس یه مسئله است که خیلی ها را دچار تردید میکنه. سوال میکنه آخه چطور میشه وقتی مردیم دوباره زنده بشیم، چطور میشه؟ در واقع میفرماید شما که از اول خلقت خبر ندارید، حتی از اول خلقت خودتون خبر ندارید. اگر یه چیزایی میگید در واقع حرفایی که از دیگرون شنیدید، که میگن وقتی مثلا حامله بود چنین بود چنان بود، در بچگی یک سالگی چنین بود، ولی خودتون خبر ندارید از خلقت خودتون. چطور از خلقت بشریت، نژاد انسان خبر دارید؟ اینو کی این خلقت رو کی کرده؟ خداوند. همون کسی که یک بار اون کار کرده خب باید نیست دوباره دو مرتبه هم بکنه. بعد مراحل خلقت رو فرموده است که آیا شما می‌فرماید شما اول از خاک بودید، سپس نطفه شدید، سپس علقه، مزقه و این ردیف. همه اینها رو با ثمه میگه. خلقناکم من نطفتن ثم من علقتن ثم من نطفتن مخلقتن و غیر مخلقتن ثم نقر فی الارحام. این مراحل خلقت ما رو میگه. البته این مراحل خلقت برای هر فردی هم مصداق پیدا میکنه، برای مجموعه نژاد بشر هم مصداق داره، به این معنی که هر بشری به این طریق گفته از وجود پدر و مادرش ناشی شده. اون پدر و مادر از کجا، چطور،
این نطفه و این چیز رو خلق کرد در وجودشون. خداوند خلق کرد همونی که چیز رو آفرید. از غذاییست که میخورن، برای اینکه اگه کسی غذا نخوره خب میمیره، چه زن چه مرد. اون غذا از کجاست؟ از زمینه، از خاک. شما فکر کنید هرچه هر غذایی ما داریم از زمینه. ما که نرفتیم از تا حالا بشر خوراکی از کره ماه نیورده، هرچه داره از زمینه. پس اگر بگن ما را از خاک خلق کردن صحیحه، خلقت اولیمون. بعد من تراب، این خاک یعنی این غذایی که میخوره ازش تمام حیات مرد و زن تغذیه میکنه، تمام مکانیسم بدنش رو اینه. اون وقت خود اینجا، خود نطفه از همین ایجاد میشه. خداوند پس اول که از خاک آفرید، مرحله بعدی از نطفه. نگفت از خاک آفرید که ما رو گرفت خاک گل کرد و اینجور خلق کرد. از خاک آفرید، خاک رو تبدیل کرد به نطفه. پس اگر بگیم از نطفه هم آفرید، این هم صحیحه. به همین طریق مراحل رو طی کرد. حالا میشه این جور معنی کرد، بعضی ها دیدم این معنی هم کردن، به خصوص با توجه به لغت سمه. سمه میگن، خب زباندان ها میگن که سمه علامت مرحله های جدا جداست. یعنی این کار کرد، سپس اون کار کرد، سپس اون کار کرد. و وقتی باشه یعنی تقدم و تأخرش معلوم نیست. شما رو آفرید و شما رو جان داد و شما رو چنین کرد، واو باشه این مراحل رو ما خودمون میتونیم استنباط کنیم. ولی ثم وقتی باشه یعنی همه این مراحل، این میشه مراحل چیزم حساب کرد، مراحل ایجاد حیات در کره زمین و این خلقت بشر. که مرحله اول از خاک آفرید، که خب حالا زیدشناسان دنبال اینن که چطور اول موجود جاندار از خاک آفریده شد. این که علم آدم الاسماء، نه این که خدا یک کلاس درس واکرد آدم اومد جا نشست خدا این ور درس داد بشه. علم آدم الاسماء یعنی اینجوری خداوند گفت که من شما را از خاک آفریدم، تعلیم داد، گفت بدوین دنبالش که بفهمید، جزئیاتش خودتون بفهمید. اینه که دنبال این هستن که چطور اول موجود جاندار از خاک پیدا شد. و خب نظریات مختلفی هست و حتما برانجلو خداوند رو وعده ای که داده اینا رو مراقبت خواهد کرد. بعد همینجور مراحل مختلفی ایجاد شده. یه کتابی اخیراً خیلی پیش بود، من اخیراً، به نام خلقت انسان، نویسندش هم مرحوم شده، مرحوم دکتر یدالله حسابی، صحابی. هم اطلاعات فقهی و اعتقاد مذهبی نویسنده تو کتاب معلومه، هم اطلاعات
علمیش خیلی دقیقاً جد شده. من فارسیه، چون تألیف خودشم هست فارسیه، نمیدونم زبانهای دیگه هم هست یا نده. این دقیقاً از همین آیه ثمه استفاده کرده و این مراحلی رو نظریه خودش بود. بعد خب میفرماد این مراحل خلقت رو میفرماد، میگه شما که بیش از 10,000 سال عمر خبر ندارید، من میگم چه کار کردم. خداوند به ما اینجوری تعلیم میده، میگه از خاک آفریدم، بعد نطفه چیز کردم، علاقه مصقی و به این طریق. حالا برید دنبال این که جزئیات شو خودتون پیدا کنید. بعد میگوید خدایی که به این طریق اول بار شما هیچ بودید، نبودید، هستتون کردم، الله تعالی الانسان حینا من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. خب این خداوند قادره که همون کار رو بکنه. ما در وجود خودمون، در روان خودمون فکر کنیم. الان میگیم من چنین کردم، من چنان کردم، این من از کجا آمده؟ این من همون منی است که وقتی 3 ساله 4 ساله بود هیچ نمیفهمید جز شیر مادر بخوره و بازی. تدریجا آمد جلو. کی این من رو خلق کرد؟ من این بدن نیست. برای اینکه این بدن در طی عمر به کلی عوض میشه، یعنی همه سلول ها یاخته ها میمیرن، یه سلول جاندار دیگری جایشو میگیره. مرتبا در خلع و لبس بدن، در خلع و لبس و ولی اونه که این در این بدن سواره، مثل راننده‌ای که ماشینی رو سوار میشه، ماشین آماده و خوبی درست میکنن میزنن دم در. راننده که میره سوار میشه، این به منزله اون جانی است که بر این بدن سوار میشه، به منزله اون، یعنی تفسیر اون آیه قرآن است که میفرماید فإذا خلق ثم سویته ثم نفخت فیه من روحی و فقعوا له ساجدین. وقتی آمادش کردم و از روح خودم دمیدم سجده کنید، یعنی وقتی این ماشین درست شد، منظم شد، از روح خودم که اون رانندش باشه آمد سوار شد، اون وقت همه کار میتونه بکنه، همه جا میره. نه اون ماشین بدون راننده راه میره، برای با وجود این که بهترین ماشین جهانه، و نه این راننده که ماهرترین راننده دنیا باشه، بدون اون ماشین نمیتونه یه فرسخ راه بره. خداوند ماشین آفریده، راننده رو گفته سوار شو، این ماشین مال تو برو. میگه این خداوند خب دو مرتبه شما رو میاره. شما کی بودید؟ یه روحی بودید، جان جسمی نداشتید. جسم خدا آفرید، شما رو گفت بشینید. خب خداوند هم کارو میکنه. حالا چه جوری میکنه؟ دیگه چه کار داریم؟ هر کار هر جور دلش بود. یه مرحله که اینجا به زندگی فعلی ما کاملا برخورد میکنه، مسئله میگه شبت سپس شما را در رحم قرار داد،
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. اونجوری که خواست شما رو در رحم قرار داد. جای دیگه میگوید میفرماید که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خداوند شما رو در رحم مادر به اون نحوی که خواست شکل داد. شکلم نه فقط شکل منظور ظاهر شکل بدنه، یعنی شما رو صورت مجهز کرد. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف. که در تفسیر در واقع مثل یک تفسیر این آیه از حضرت جعفر صادق پرسیدن. حضرت فرمودن که وقتی که فرزند در رحم خداوند میخواد شکل بده، اجداد اینو از حضرت آدم تا خودی از جلوش رژه میاره، نگاه میکنه، اینو با یکی از اونها منطبق میکنه و اون شکل بهش میده. که از خود این حدیث هم مسئله وراثت درک میشه که اون خودش مفصل داره. به این جهت در یعنی در واقع از تفسیر قرآن ائمه برای تربیت ما استفاده کردن. بنابراین این که فرض بفرماید حضرت سانا فرمودن رژه میرن اینا جلوش، نه اینکه واقعا خدا رو صندلی نشسته اینا میان رژه میرن، به عباراتی که قابل فهم باشه، مثل تئاترها و نمایشها که به عنوان سمبولیک امری رو که مادی نیست به صورت مادی در میارن. اینجور فرمودن که ما در تفسیر در واقع همین آیه این استفاده رو فرمودن ائمه ما، که ما باید استفاده کنیم بیشتر از اون توضیح هم بریم جلو بفهمیم، که برای پدر و مادر و در ایجاد فرزند شرایط و وظایف خاصی فرمودند. مثلا خب قدیم میگفتند که تربیت مؤثر است، مثلا تربیت از سن 7-8 سالگی میشه. روانکاوی و به اصطلاح واضح روانکاوی که این رو به عنوان افتخار ذکر میکنه برای خودش و دیگرون هم به عنوان افتخار ذکر میکنن، که گفت که نه، بچه از 5 سالگی شکل میگیره، میره به چیده. بعد همینجور آمدن عقبتر. ولی ما میگیم، ما اگر تست کنیم به استناد همینا، که بچه از پدر و مادر وقتی ارث رو وراثت رو چه در اخلاق چه در بدن در نظر بگیریم، علمایی که به وراثت معتقدن میگن اخلاق این از پدر است و از مادر. بنابراین نمیشه گفت تا 5 سالگی هیچه، از 5 سالگی شکل میگیره، نه به گذشته وصله. ما میگیم اساسش از لحظه اولیه انعقاد نطفه است، که در اون لحظه وظایف خاصی که گفتن، خب همه مردم، همه ماها که زیدشناس یا نمیدونم چیز نیستیم که دلایل علمیش رو بیان کنن. حضرت امام تو آزمایش، یعنی بشریت اون وقت به این درجه علم نرسیده بود. اون چه الهام میشد به دلشون، اون الهام الهی بود، اونو میفرمودن کاملا منطبق با واقعیت بود.
فرمودن که در ارحام شکل میده به شما که از اون به بعد وظیفه مادر میشه. فرمودن مادر در دوران حمل سعی کنه که جز مال حلال نخوره، نمازش منظم باشه، همیشه با وضو باشه، چی باشه چی باشه، برای که همه اینا در خون او مؤثره و خون او در طفلی که بعداً به دنیا خواهد آورد. که این مسئله خب خیلی مفصل وقتهای بیشتری میخواد. بعد میفرماید خب به این طریق شما را آفریدیم، بعد به دنیا میایید، بعضی ها در همون کوچکی از بین میرن، بعضی ها تا عمر طولانی پیدا میکنن که آخر عمر اونچه که یاد گرفتن از فراموش میکنن، لکه لا یعلمن بعد علمن شیئا. و اینا هر کدوم یه مراحل، شاید مثل آلزایمر که حالا میگن در قدیم اصلا نبود. این خب هشدار میده، میگه یه بیماری هم هست، حالا ما اسمش میذاریم آلزایمر، خدا فقط هشدار میده به ما که یه بیماری هست که بچه خیلی زود از بین میره، یه بیماری هست که در پیری فراموشی میاره. برید بفهمید اینا چیه. از آیات قرآن البته بعضی ها اونچنان تفسیر میکنند که قرآن رو در خدمت علم قرار میدن. قرآن در خدمت این اینایی که میگن علم نیست. اینا اصلا علم نیست چندون. قرآن کمک میکنه به این که علم ما زیادتر بشه. قرآن تکیهگاه و انگیزه ما میشه برای این که یه علوم جدیدی کشف کنیم. بعد آیات تیز رو میفرماید، آیات شروع حج و کلیات حج و که میفرماید به ابراهیم وحی کردیم که این خانه بساز. یه محل خانه را هم یه بار دیگه وحی کرده خدا. خدا به ابراهیم وحی کرد که اینجا تو این بیابون اینجا خانه منه. یعنی از زمان حضرت آدم اون قدر. بعد فرمود که زن تو و پسر کوچک تو وردار ببر در اونجا تو بیابون بذار و ول کن. که ابراهیم در دعایش این گفت ربنا انی اسکنت من ذریتی، در همینجا هست، به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، فرزندم آوردم در بیابون لم یزرعی نزد خانه تو گذاشتم. پس محل خانه معلوم بود، فرمود خانه رو بساز و پاک نکنید کن، صدا بزن که بیاد برای حج از همه گوشه دنیا با هر شطور مفلوکی هم که باشه پا میشن خواهن آمد. الان میبینیم گوشه با هواپیما، کشتی، اتومبیل، پیاده، همه چی میدن به سمته. انشاءالله نصیب همه ما بشود. گلی که خون بداد و پیچ و تابش،
به آب دیده گونم دادم آبش به درگاه الهی که گرم آبی گل از ما دیگری گیره